خانواده بیجا شده که در غم از دست رفتن یک عضوش میگیرید. آمنه زن 80 ساله بود که به گفته خانوادهش به دلیل نبود امکانات صحی، فقر و سردی هوا جان داده است. انم تا توش نه گوش نمیرم گای خودم گای پیردالک میرم خودم استقرام تیکه اینو خوشگایی میاردنم که گای به اوتر میکردم گای خوشک میخورده من همینجا دول خونک شیشته بودم شام برمی لرزیم بزن برمی لرزیم شیشته ما یک تیکه اینو تر مسر ما نشه ما یک شال بچن تر مسر ما نشه ما تای دول هم اگر کو بیت امان الله با خانواده اش از اولسوالی جوان در 220 کیلومتری شهر فیروسکو به دلیل ناامنی و جنگ فرار کرده است. اکنون 4 ماه می شود که در این ویرانه در مرکز شهر فیروزکو زندگی می کند. بیمشان است که کودکان خردسالش نیز با سرنوشت مادر سالمندش روبرو شدند. نونای دی تو نشته من خوردار کو می رفتن گاز گشت گاز اینو خوش کی چیز می آوردن من خوردن هم تونستم مریض تو چیزی هم ای گوشنگی چیزی بوم است یا نه. فقر و تنگدستی زندگی را برای هزاران خانواده بیجا شده دیگر که از مناطق جنگ زده به فیروزکو پناه آوردند نیز تلخ ساخته است. سرپناه این خانواده بیجا شده دکان نیمه ویران در مرکز شهر فیروزکو است. سیمین میگوید پس از آن با 3 فرزندش از ولسوالی جوان فرار کرد که به گفته او طالبان 2 ماه پیش شوهرش را به قتل رساندند. شهر مرکنه بو چیز که بکن دان بیامد که ما بزرگ بده میبریم بالای دولت جنگ کنی یا بالای دولت که نرفتن به داخل خانه قرآن میگیرن و قرآن ها میگیرن در میتین خانه ها در میتین میان زن و چر صاحب میشن ما که بیستم از گفا میجیم به اینجا میم انتا به سر ما جبر نشه که بنام خوزین نمیم. اینجا کمتر از 300 متر از دفتر والی غور فاصله دارد. مقام های محلی از وضعیت دشوار زندگی این بیجا شده ها آگاهند، اما میگویند نهادهای امدادرسان باید به داد این بیجا شده ها برسد. مواد سوخت، مواد غذایی نیاز دارن. اگر به اسرع وقتی مواد برای یک تعداد بیجا شده هایی که در شهر باقی موندن و زمینه برگشت برای هیچ خانواده وجود نداره، اگر برای اینا از طریق مؤسسات و نهادهای دولتی و غیر دولتی و اینجا کمک صورت نگیره، احتمال داره یک تعداد خانواده زمستان از سردی هوا و گرسنگی تلف شون. بر اساس آماری که آمریت امور مهاجرین می‌دهد، در جریان امسال 6000 خانواده از مناطق جنگ زده ولایت غور بیجا شدند و به فیروزکو که نسبتاً امن است پناه آوردند. مناطق این افراد اکثرا در کنترل طالبانند و به تکرار شاهد درگیری‌های مسلحانه بین طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان بودند.